یکی دیگر از چیزهایی که ابوبکر و عمر و عایشه از امیرالمؤمنین به عنوان شوهر فاطمه سلام الله علیها گرفتن حق خلافت بود، خلافتی که همشون میدونستن مال آقا امیرالمؤمنینه. یعنی همون روز اولی که پیغمبر مبعوث شد به قوم خیشاشون بفرماید که آی قوم خیشای من قراره برای شما اسلام بیارم، من پیغمبرم، همان روز هم پیغمبر فرمودن علی بعد از من خلیفه است. یعنی نگذاشتن یک روز بگذره، یک هفته بگذره، نه، اول از اونجا شروع شد و در نهایت در غدیر خم با اون عظمت اعلام عمومی شد. من قضیه رو از رو بر عزیزان بخونم، چون خیلی ها ممکنه شنیده باشن و بسیاری باز ممکنه نشنیده باشن. ببینید، در تاریخ طبری و سایر تاریخ های عهد تسنن، وقتی که شما ذیل حدیث یوم الدار دقت کنید، این جریان روشنه. بله. که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که مأمور شدن ابلاغ رسالت رو در حد خانواده های خودشون عرض کنم انجام بدن، قوم خویشاشون رو جمع کردند و یه آبگوشتی ظاهراً پخته شد و شب اول تا حضرت اومدن صحبت کنن، گروهی مثل ابولهب و دیگر هم شروع کردن مسخره بازی کردن و جلسه رو هم زدن. باز شب دوم حضرت یه غذایی پختند و شروع کردن به صحبت کردن، تا اومدن صحبت کنن باز دو مرتبه جلسه به هم خورد. حالا من تو پرانتز عرض کنم، این هم دلیل بریه که بینندگان عزیز که مجلس روزه میگیریم، آقا روزه بی شام فایده نداره. اما امام حسین پیغمبر هم که خواست بگه من پیغمبرم، یه چیزی مردم داد خوردن. درسته بعضی از عزیزان، ولی برکتش هم خود ائمه میدن. سعی کنین مجالس حسینی رونق بگیره. یکی از چیزایی که رونق میگیره همین قضیه است که عزیزان سفره بندازن. لذا پیغمبر برای روز سوم با سفره انداخت و اینها رو جمع کرد و حضرت ابلاغ فرمود که من پیغمبرم، که حالا من توضیحات کلیشو نمیخوام بدم، وقتی تکه رو دقت کنید، فَأَيُّكُمْ يُعَاذِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، داره طبری نقل میکنه و دیگران هم دارن، فَأَيُّكُمْ يُعَاذِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، چه کسی من را در امر نبوت یاری میکند که بعد از من برادر من باشد، وصی من باشد و خلیفه من باشد میان شما. نه، همه ساکت شدن، چیزی نگفتن. دو مرتبه پیغمبر عرضه فرمودند. در برخی از نقل ها دارد که در هر سه باری که حضرت عرضه کردند و بچه های بنی عبدالمطلب چیزی نگفتند، در هر سه بار امیرالمؤمنین که اونجا شاید 12 سال بیشتر نداشتند، پاشدن فرمودن انا یا رسول الله، من حاضرم شما رو کمک کنم. پیغمبر فرمودن علی جان بشید ببینم بزرگترها هستن یا نه. دفعه سوم که حضرت پیشنهاد رو دادن که چه کسی من را در امر نبوت کمک می کند تا بعد از من خلیفه باشد، باز کسی جواب نداد. جمله پیغمبر این است: ان هازا، اشاره به امیر المؤمنین علی علیه السلام، ان هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. کجا این کسانی که میگن آقا پیغمبر خلیفه معین نکرد؟ خب مردم رفتن تو سقیفه ابوبکر رو انتخاب کردن. ببینید، منابع شیعه نیست، منابع سنی است. پیغمبر فرمودن، اشاره به امیرالمؤمنین که بدانید این شخص برادر من است، وصی من است، خلیفه من است میان شما، فاسمعوا له و اطیعوا، گوش به حرفش کنید و اطاعتش کنید. از کن تو تاریخ داره که وقتی اومد از خونه بیرون، به ابو طالب به عنوان مسخره اینجوری میگفتن که عجب، پیغمبر گفته که تو از بچه تبعیت کنی. پس چی داریم میگیم؟ خلافت حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده و پیغمبر نه تنها در طول زندگی، بلکه اولین باری که فرمود آقا من به عنوان پیغمبر برای شما خودم رو عرضه میکنم، همونجا خلیفه رو هم معرفی کرده است. این اولین بار. شما اگر Straight Away TV.